به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام دوستان عزیز، و قسمت دوم فصل 18 داستان امیر ارسلان نامدار و ملکه فرخلقا خوش آمدید. از الحاق دیو و ماه منیر چه خبر دارید؟ عرض کردن قربانت کردیم. با اقبال بی زوالت در مملکت بنی جان و قلعه سنگباران رفتیم. الحاق دیو حرامزاده را در قلعه سنگباران دیدیم که در کمال خوشی عشرت می کند. ماه منیر زنده و سلامت در نزد الحاق دیو است، ولی او را به زنجیر بسته است. هرچی از او کام می طلبد او می گوید و اطاعت نمی کند. از شنیدن این خبر انگار عالم را به امیر ارسلان نامدار دادند. پرسید: آیا شما ماه منیر را به چشم خود دیدید که زنده و سلامت است؟ عرض کردند: بله قربانت کردیم، او را به چشم خود دیدیم. امیر ارسلان شکر خدای را به جای آورد، عفریتان را انعام زیاد داد و مرخص فرمود. پس از آن به ملک اقبال شاه و ملک شاهرخ شاه رو کرده و گفت: از قرار معلوم تا به جنگ الحاق حرامزاده نرویم و او کشته نشود، ملک شاپور از خواب بیدار نمی شود و ماه منیر هم به دست این مادر و خطا گرفتار است. گذشته از اینها تا بشنود من از خاک پریزاد بیرون رفتم و سر وقت شما خواهد آمد و از فولاد زره دیو حرامزاده بیشتر فساد خواهد کرد. باید این فتنه را هم بخوابانم و بعد به خاک بنی آدم بروم. شما در اینجا آسوده بمانید، من به مملکت جان لشکر میبرم و علاج الحاق دیو را میکنم. ملک اقبال شاه و ملک شاهرخ شاه گفتند: فرزند، این چه حرفی است که میزنی؟ سر ماست و خاک قدم تو. هر جا که تو میروی جان خود را کف دست میگیریم و میاییم. در مملکت جان هزاران گونه خطر و آسیب برای تو فراهم خواهند آمد. تو را بگذاریم و تنها بروی. اگر به دم اژدها بروی، ما به دل و جان همراهت می آییم. امیر ارسلان آفرین کرد و گفت: پس بفرمایید سان لشکر ببینند. ملک اقبال شاه با آصف وزیر گفت: برخیز با تدارک لشکر باش. ملک شاهرخ شاه هم وزیر خود را فرمود که سپاه ارض بیضا را حاضر کنید و با وزیر ملک شاپور فرمود: سپاه دشت فاسر را هم سان ببیند آماده کنید. وزیران آمدند و در تدارک سپاه مشغول شدند. لشکر را اسب و اسلحه و جیره و مواجب دادن. امیر ارسلان به شمس وزیر فرمود: تو هم ملکه را به شهر صفا ببر و پیش ملک فیروز باشید. اگر به سلامت برگشتم که خودم خواهم آمد، و اگر کشته شدم و بر نگشتم، ملکه را ببر در فرنگ به دست پتر شاه بسپار. شمس وزیر تعظیم کرد و سفر ملکه را تدارک دید. 20 روزه که گذشت، آصف وزیر در برابر امیر ارسلان تعظیم کرد و عرض کرد: قربانت کردم، با اقبالت 300,000 سپاه حاضر کردیم. در شهر فازهر اردو زدند. 100,000 سپاه دشت صفا مال ملک اقبال شاه، 100,000 سپاه ارض بیضا مال ملک شاهرخ شاه و 100,000 سپاه دشت فازهر و زهر و گیاه مال ملک شاپور است. امیر ارسلان آفرین گفت و هر سه وزیر را خلعت داد و فرمود ساعت 100 تعیین کردند. اول به حرم خانه رفت، ملکه آفاق را وداع کرد. پس از آن با ملک اقبال شاه و ملک شاهرخ شاه و آصف وزیر و پیر مرد زاهد سوار مرکب شدند. شهر را به دست منظربانو و ملک شاپور و شمس وزیر سپردند و بیرون رفتند. ملک شاپور را هم در تابوت مخمل مشکی گذاشتند و آوردند و
وارد اردو شدند. همان شب طبل رحیل کوبیدند. روزانه دیگر که مرغ زرین بال آفتاب ندای قم بإذن الله را در داد و عالم را به نور خود مزین کرد، صبح در آمد به کوه مهر درخشان، چرخ تهی گشت از کواکب رخشان. جاده ظلمت شب رسید و آخر گشت سهرگه پدید چشمه حیوان. یوسف بیضا برآمد از چه خاور، صبح زلیخا صفت درید گریبان. در سر زدن آفتاب لشکر چون دریا به موج در آمدند، به طرف مملکت جان روان شدند. تا یک ماه در کوه و بیابان رفتند و هیچ جا توقف نکردند، تا از هفت بیابان گذشتند و به سه منزل مملکت جان رسیدند. عفریتان و جاسوسان این خبر را برای سهیل وزیر بردند که در شهر بجای ملک جانشار نشسته بود. همین که این خبر را شنید آه از جانش برآمد، از جای خود برخاست، سراسیمه به طرف قلعه شیرگویا که خدای آنان بود و او را پرستش می کردند دوید. به در قلعه شیرگویا رفت. کشیشان که پیغمبرانشان بودند به عرضشان رساند که سهیل وزیر مضطرب آمده است و عرض دارد. گفت داخلش کنید. سهیل وزیر را بردند. در برابر تخت شیرگویا سجده کرد و عرض کرد: خداوندا، امیر ارسلان رومی که تمام خاک پریزاد را به هم زد و قلعه سنگباران را ویران کرد، ملک جانشا و ملک صوبان را کشت، با 300,000 سپاه به قصد تسخیر مملکت جان آمده است و حالا با 3 منزلی رسیده است. تکلیف ما بندگان چیست؟ شیرگویای حرامزاده غرید و گفت: سهیل، خاطرت جمع باشد که او را به غضب خودم گرفتار می کنم. حالا برو فردا بیا. با تو نوشته می دهم و آنچه نوشتم بدان روش رفتار کن تا علاج بشود. سهیل حرامزاده دوباره سجده کرد و بیرون رفت. اما چند کلمه عرض کنیم از شیرگویا که این حرامزاده از ساحران زبردست طایفه جان بود و ذوالخمار پیر نام داشت. مدت 100 سال بود که به جلد شیر رفته بود. با زبان فصیح سخن می گفت و دستگاه خداوندی برای خود چیده بود. تمام طایفه جان بن جان و همه مملکت جان از دیو و جن و غول و لاقیس او را خدا می دانستند و پرستش می کردند. القصه، سهیل وزیر حرامزاده آن شب را با فکر و خیال خوابید. صبح برخاست، به قلعه شیرگویا رفت و در برابر او سجده کرد. شیرگویا کشیش حاجب که محرمش بود را خواست. لوله کاغذ کنار دستش بود، گفت این را بردار با سهیل وزیر بده. کشیش با ادب تمام آمد، کاغذ را برداشت، بوسید و به دست سهیل وزیر داد. سهیل وزیر کاغذ را بوسید، سجده کرد و بیرون آمد و به شهر رفت. کاغذ را باز کرد، دید نوشته است: ای سهیل وزیر، همین که ملک ارسلان رومی آمد، تو با ارکان و اعیان دولت به استقبال بروید و آنچه لازمه بندگی است به جای بیاورید. همین که اسلام را به شما تکلیف کرد، بگوید ما مطلب داریم. اگر مطلب ما را برآورید مسلمان می شویم. می گوید مطلب شما چیست؟ بگوید در یک فرسنگی این شهر کوه و جنگل است. اژدهای در آن کوه منزل دارد. ماهی یک دفعه بیرون می آید، هرچی گاو و گوسفند و آدم گیرش می آید می خورد و ضرر کلی می رساند. بارها لشکر کشیدیم، خواستیم علاج این اژدها را بکنیم، نتوانستیم. اگر تو که امیر ارسلان هستی علاج این اژدها را کردی، ما مسلمان می شویم و توقع بندگی تو را به گردن می اندازیم.
وقتی که امیر ارسلان رومی این حرف را بشنود، از غروری که دارد به جنگ اژدها خواهد رفت. آن وقت من به ید قدرت خودم او و سپاهش را دفع می کنم. سهیل وزیر حرامزاده خیلی خوشنود شد. امیران و رجال دولت را به خلوت برده، نوشته را برای آنان خواند، همگی قبول کردند. چند کلمه عرض کنیم از امیر ارسلان نامدار که همه جا منزل و منزل قطع مراحل و طی منازل می کردند تا رسیدن به دروازه برابر شهر ملک جانشاه خیمه زدند و خرگاه برپای کردند. آن شب گذشت. در برآمدن آفتاب جهانتاب، امیر ارسلان نامدار سر از بستر راحت برداشت، لباس شاهی پوشید، به بارگاه رفت و بر تخت قرار گرفت. ملک اقبال شاه و ملک شاهرخ شاه و آصف وزیر و امیران جای بر جای قرار گرفتند. از دربارگاه غلغله برخاست. سهیل وزیر حرامزاده و بزرگان مملکت جان از دربارگاه داخل شدند و در برابر تخت امیر ارسلان همه شمشیرها به گردن و سرها برهنه تعظیم و سجده کردند. صف کشیده ایستادند. امیر ارسلان فرمود: جماعت، چه خبر است؟ شما کیستید و چه میخواهید؟ سهیل حرامزاده عرض کرد: قربانت گردم، بنده آستان سهیل وزیر مملکت جان شاه هستم. اینها همه سرکردگان و امیران و اعیان مملکت جان بن جان هستند. خبر مقدم مبارک شما را شنیدیم و سر و پای برهنه به آستان حاضر شدیم. دیگر امر از مصدر جلال است. گر برانی چه کند بنده که فرمان نبرد، و بخوانی عجب از غایت احسان تو نیست. امیر ارسلان فرمود: آفرین بر تو. با آصف وزیر اشاره کرد، از جای برخاست، شمشیر از گردنشان برداشت و عمامه بر سر سهیل وزیر گذاشت. کلاه های دیگران را هم بر سرشان نهاد. صندلی گذاشت و آرام گرفتند. پس از آن که بارگاه آراستند، امیر ارسلان رو به سهیل کرده فرمود: وزیر، الهاق دیو کجاست؟ شنیدم او ماه منیر دختر پادشاه شما را شب از قصر فاسهر دزدیده و آورده است و من به طلب ماه منیر آمدم. آیا تو الهاق دیو و ماه منیر خبر داری؟ مکان و منزل دیو را می دانی؟ سهیل حرامزاده عرض کرد: قربانت گردم، آنچه شنیده اید درست است. الهاق دیو ماه منیر را آورده است. سالهاست عاشق جمال ملکه است، تا اینکه او را به چنگ آورد و منزلش در قلعه سنگباران است. امیر ارسلان گفت: نمی دانی با ماه منیر چطور رفتار می کند؟ ملکه با او تمکین می کند یا خیر؟ سهیل وزیر عرض کرد: قربانت گردم، از قراری که می گویند، از روزی که ملکه را آورده است و همش گریه می کند، هرچه الهاق دیو زاری می کند و نوید می دهد آرام نمی شود. امیر ارسلان خوشنود شد، گفت: اگر تا اکنون چینل را سبسکرایب نکرده اید، لطفاً چینل را سبسکرایب نمایید. به هر صورت تو باید بروی طی دو روز آنچه مقدور می شود سپاه حاضر کنی تا به زودی علاج این حرامزاده را بکنم. سهیل وزیر عرض کرد: قربانت گردم، بنده مشکل دارم که به خاک پای مبارک مشرف شدم. امیر ارسلان فرمود: مشکل چیست؟ تصدقت کردم. الهاق دیو و ماه منیر جایی نمی روند. طور کنید که رعیت از دست می روند. آنچه تلف شدند هیچ بقیه در فکر فرار هستند. امیر ارسلان گفت: چرا؟ سهیل وزیر عرض کرد: در یک فرسنگی شهر جان جنگل است که مرتع گاو گوسفند این شهر است. 3 سال از در این جنگل اژدهایی پیدا شده است و آنچه گاو و گوسفند و چوپان که در جنگل می روند از کوه به زیر می آیند و می خورند. کار بر مردم تنگ شده به نزد من آمدند.
قطعاً کردم دیگر کسی به آن جنگل نرود. مدت کسی در آن بیشه نرفت. روز نشسته بودم، دیدم شهر به هم خورد و شورش شد. پرسیدم چه خبر است؟ گفتند اژدها به شهر آمده، قریب 1000 نفر را خورده است. همین که این سخن را شنیدم، بارها لشکر کشیدم. چندین 1000 نفر تلف شد و علاج اژدها را نتوانستم بکنم. حالا مدت 1 سال است که هفته 1 مرتبه به شهر می آید. زن و مرد و بچه هرچه گیرش می آید می خورد و می رود. تو که امیر ارسلانی و سکه مردی در تمام عالم کوبیدی، اگر علاج این اژدها را کردی، من و اهل این مملکت همه مسلمان می شویم و الا تبل یاغیگری می زنیم و به خدمت الحاق می رویم، شاید او علاج اژدها را بکند. از این سخن رگ غیرت امیر ارسلان به حرکت در آمد. گفت چه جفنگ می گویی؟ اگر من نتوانم اژدها را دفع کنم، الحاق دی می تواند. سهیل وزیر گفت من که اول به شما عرض کردم، اگر از مردان عالم نشان داری بسم الله. امیر ارسلان به غیظ در آمد، گفت نامرد روزگار باشم، تا اژدها را نکشم آرام نمیگیرم. ملک اقبال شاه گفت فرزند، اینجا پایتخت مملکت جان است. گرگان و رندان در این سرزمین هستند، به خصوص برای تو در هر قدمی دام گستردند. صبر کن، انشاءالله علاج الحاق دیو را که کردی، آن وقت کشتن اژدها آسان است. امیر ارسلان گفت قربانت کردم، اگر پیش از قسم فرموده بودید می شنیدم. چون قسم خوردم به جنگ اژدها می روم، یا کشته می شوم یا علاجش را می کنم. در همه حال به ذات پاک خدا توکل کردم. اگر خدا بخواهد به دریا آب و آتش بروم و سلامت برمی گردم. خب دوستان عزیز، این قسمت داستان را همینجا به پایان می رسانم. امیدوارم از شنیدن داستان لذت برده باشید. اگر تا اکنون چینل ما را سابسکرایب نکرده اید، لطفاً چینل ما را سابسکرایب، ویدیوهای ما را لایک و با دوستان خود شریک سازید. اگر هم نظر دارید، لطفاً نظریات خود را در کامنت با ما در میان بگذارید. تا قسمت های بعدی داستان، شما را به عزت بی‌نیاز می سپارم. بدرود.